تحقیر ابراهیم عابد از سوی خانم نادیه نایاب. ابراهیم عابد در سطح کمدین بودن نیست. ویدیو را با ما همراه باشید. سلام به تمام شما بیننده عزیز، خدا کنه که هر جای دنیا که هستین خوش آرام باشین و مطمئن هستم. قطعاً کمتر کسی در افغانستان با چهره و کاراکتر کمدی ابراهیم عابد آشنا نیست. ابراهیم عابد کمدین سرشناس و پرطرفدار در میان مردم افغانستان است و پارچه های طنزی او در میان مردم امروزه به صحبت های روزمره مبدل شده است. پای تبسته کنیم. پای پدر تبسته کن، پای رو ننیمه بسته کن، با چی کن که پای ما بسته می، یک این پای ما مانده بود. داستان از جای شروع شد که ابراهیم عابد در یک ویدیوی طنز خانم نادیه را به شدیدترین روش ممکن مسخره ساخت و چهره ی رسانه او را به زمین زد. همینطور نادیه هم از علاقمندان زیاد برخوردار است و زمانی هم کراش مشهور جوانان در افغانستان بود و همینطور گوینده خوش‌چهره و مستعد است. حالا اینکه داستان دشمنی نادیه و ابراهیم عابد از کجا شروع شده و بک‌گراند آن چیست دقیقاً معلوم نیست، اما ارتباط غیر دوستانه این دو چهره رسانه‌ای به وضوح روشن است. نادیه در برنامه گپ جمع گپ ابراهیم عابد را به نحو تحقیر کرد. استعداد ابراهیم عابد را ناچیز دانست و او را در میان همتاهای کمدیش به استعداد خواند. قسمتی از گفته‌های نادیه خانم را بشنویم. میگیرم شما از 1 تا 5 اگر از نگاه مو که استعداد کمدیشان ترتیب بتین، کدام در اول قرار میتین و کدام تا پنجم امو تو بردیف قرار بتین؟ ابراهیم عابد، قسیم ابراهیمی، سیار متین، قاسم تابان و نوی روشن. من میخوایم از قسیم جان یادآوری کنم که جوری قسیم ما هیچ نداریم در افغانستان. از لحاظ فیلی اگر بگوییم قسیم جان فعلا تاپ است. میخوایم قسیم جان در اول قرار بدهیم، در عده اول، و بعد از او نبی جان روشن، بعد از او سیار جان متین، قاسم جان تابان و بعد از او ابراهیم جان عابد. بسیار خوب. همین گونه که دیدید به صورت عجیب ابراهیم عابد را در آخر از همه قرار داد و اگر کمدین دیگری هم وجود می داشت قطعا ابراهیم عابد آخرین نفر بود. اینجاست که مسئله ارتباط نچندان خوب رسانه‌ای ابراهیم عابد و خانم نادیه روشن می شود. حالا جالب است که بیشتر مردم افغانستان ابراهیم عابد را کمدین بی‌بدیل می دانند و هیچ کمدین دیگری را در مقیاس با ابراهیم عابد همتراز نمی دانند. با اینکه نادیه خانم از ابراهیم عابد خشمگین است، ولی باید پذیرفت که واقعا ابراهیم عابد کمدین خوب است و در قلب و ذهن مردم احترام می شود. همینطور خانم نادیه در میان علاقمندانش. خب به هر حال، حالا از نظر شما ابراهیم عابد در چه سطح در میان کمدین های افغانستان قرار دارد و انتخاب اول شما از میان این 5 کمدین کیست؟ اگر دوست داشتید نظرتان را برای ما در کامنت ها بنویسید.
Thank you.